دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای در تهران هدف اصلی امنیت و ثبات در افغانستان. چرا کابل برای فرمت مسکو مهم است؟ خوشبینانه ترین چشمانداز برای افغانستان از این نشست چیست؟ اما زاویه دیگر این نشست تقویت همگرایی منطقه‌ای گفته شده. آیا براستی همگرایی قدرتمند منطقه‌ای به میان آمده؟ مهمتر پیام اصلی این نشست به کابل چیست؟ و آیا دورنمای مثبت برای افغانستان از نشست گروه تماس منطقه‌ای متصور است؟ سلام، با مجله صبح با من همیرا یوسفی از یک خوش آمدید. برای گفتگو پیرامون موضوع امروز برنامه بانو منور یوسفی فعال در عرصه سیاسی را با خود داریم. بانوی گرامی خوش آمدید میگم شما را به برنامه امروزی ما. دومین دور نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان با حضور نماینده‌های ویژه ایران، روسیه، پاکستان و چین برگزار شده. سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان بحران موجود در کشور را سنگین خوانده و همچنان گفته که برای بیرون رفت از این حکومت سرپرست باید در بعد سیاسی از حکومت از افراد صالح از اقشار مختلف جامعه را ایجاد بکنند. خب حالا از دید شما نشست گروه تماس منطقه‌ای تا چه حد برای افغانستان مهم است؟ به نام یاد خدا، سلام خدمت شما و خدمت همکاران محترمتان. نشستی که در تهران برگزار شد در واقع در مورد افغانستان بود و این نشست که برگزار شد شامل کشورهای چین، هند، روسیه، پاکستان بود و هدف از ایجاد این نشست ثبات منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و امنیت در افغانستان خوانده شده بود و این نشست بر افغانستان خیلی مهم هست، چون کشورهای شرق شامل چین، روسیه، پاکستان، اینها بیشتر تلاش دارن با افغانستان در تعامل باشن، با افغانستان ارتباط داشته باشن، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اقتصادی. در مقابل کشورهای غرب شامل امریکا و متحدینش، اینا در مقابل نشست دوهر ایجاد کردن و اینا سعی دارن با افغانستان در تعامل و خب بس باشن. روی نشست دوها میریم، اما در نخست میخوایم که روی نشست که برگزار شد در تهران صحبت بکنیم. نشست سوم دوها رو میگذاریم بر بعد، ولی سرپرست وزارت خارجه ایران در یک پیامی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده بود تاکید کرده که ایران از ابتکارات سازنده برای صلح، ثبات و توسعه افغانستان پشتیبانی میکنه، اما امارت اسلامی در این نشست با وجودی که دعوت شده بود اشتراک نکرده و برای که اشتراک نکرده زاکر جلالی یکی از مقام‌های وزارت خارجه امارت اسلامی گفته که در نشست‌هایی که در مورد افغانستان برگزار میشه به جای شکل دادن ساختارهای جدید باید از ساختارهای معمول استفاده شوه. خب چرا کابل در این نشست اشتراک نکرده؟ کابل بیشتر به دنبال ای است که همسو با غرب باشه، یک نوع تعامل، یک نوع توازن میان شرق و غرب ایجاد بکنه. از یک طرف میخوان با امریکا در تعامل باشن، از طرف دیگه با چین و یعنی اشتراک نکردن امارت اسلامی در این نشست به معنای ای است که همسو با غرب است؟ بله، کشورهای غرب به دنبال ای است که با افغانستان تعامل داشته باشن و در تعامل باشن و اینا هر کدامشون چه کشورهای غربی چه کشورهای شرقی اینا بیشتر به دنبال منافع خودشان هستن و برای افغانستان برای اینا اصلا مهم نیستن. اینها در گفتار میگن ما به دنبال ثبات در افغانستان هستیم، در حال که ما شاهد هستیم پاکستان، ایران اصلا همسایه خوب برای ما نبوده و شاهد هستیم که هزاران مهاجر افغانستان از ایران، پاکستان اخراج میشن. درست، چرا باید به این نشست امیدوار بود؟ آیا کدام امیدواری به این نشست هست؟ از یک جهت میتونه امیدواری برای کشورهایی که این نشست رو برگزار کرده باشن، برای اونا هستن، اونا به دنبال تعامل هستن، به دنبال ثبات منطقه هستن و اونا بیشتر منافع خود دنبال میکنن. درست. خب ما قبلا هم شاهد اولین دور برگزاری نشست بودیم، اما برایندش تا حالا هم معلوم نشده. آیا از دید شما این نشست کدام محور تازه‌ای داشت؟ این نشست فقط گپ‌های تکراری هر روز، فقط
یک گپ جدید که اینا گفتن، ما نگفته بودن که ما حکومتش همه شمول، فقط گفته بودن افراد صالح باید در این حکومت باشه. و خب حکومت همه شمول که اینا همیشه یاد میکنن، ما شاهدی هستیم که هم غرب هم در کل تمام جهان یکانا خواستشان، شاید اساسی ترین خواستشانی باشه که حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. آیا در این نشست هم چنان از این بحث یاد شده؟ در این نشست بیشتر به صلح و ثبات منطقه‌ای و توسعه اقتصادی صحبت شده و بیشتر و مهمترین هدف این نشست امنیت در مورد افغانستان. امنیت افغانستان، آیا امنیت افغانستان ربط به امنیت منطقه داره؟ چرا کشورهای منطقه اینقدر نگران امنیت افغانستان هستند؟ بله، اگر افغانستان امنیت داشته باشه، اونا میتونه از نگاه اقتصادی در اینجا میتونه سرمایه گذاری بکنن، و اگر امنیت نداشته باشه میتونه یک تهدید برای اینو حساب شه. چون ما هم با پاکستان و ایران هم منافع مشترک داریم، هم تهدید مشترک. منافع مشترک چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ سیاسی، چی از لحاظ فرهنگی. با توجه به ارزش های مشترکی که ما با پاکستان داریم، با ایران داریم، میتونه این تأثیر گذار باشه و هم تهدید مشترک. مسئله تروریسم یک مسئله جهانی هست و کشورها بیشتر به دنبالی است که در افغانستان امنیت و صلح و ثبات باشه، و اگر امنیت و صلح و ثبات در افغانستان ایجاد شود، اینا بیشترین بهره یا فایده را از افغانستان میبرن. درست. از دید شما پیام اصلی نشست بر افغانستان چیست؟ پیام اصلی این نشست بیشتر به غرب برمیگرده. آن کشورهای شرق به یک نوع هشدار داد که موضوع افغانستان، قضیه افغانستان به تنهایی شما حل کرده نمیتونن، چون اینا هم هستن و اینا بیشتر به دنبال منافع خودشان هستن. خب این نشست پیام بر افغانستان داشت یا بر غرب؟ من فکر کنم بیشتر به جایی که بیشتر بر افغانستان پیام داشته باشه، بیشترین هشدارشان بر غرب بود. از چه لحاظ؟ از لحاظی که چون اگر کشورهای غربی بیاین اینجا در افغانستان بیاین حضور پیدا بکنن، منافع کشورهایی که منطقه مثل چین، مثل پاکستان، مثل روسیه در خطر است. یعنی ترس به عنوان یک تهدید، ترس این کشورها هنوز همی است که دوباره امریکا بیاید به افغانستان و دوباره پایگاه نظامی ایجاد بکنه و از افغانستان به نفع خودشان استفاده بکنه. بله ها. اگر کشورهای غرب از امریکا و متحدینش بیاید در افغانستان، قطعا منافع کشورهای همسایه، منافع مثل چین، اینا در خطر میفته. منافع اقتصادیشان، منافع امنیتیشان از کدام لحاظ اینا در خطر؟ هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ امنیتی. از لحاظ اقتصادی افغانستان با داشتن موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک داره مهمترین موقعیت هستن، و کشورهای منطقه افغانستان امنیت داشته باشه، صلح و ثبات داشته باشه، میان در افغانستان سرمایه گذاری میکنن. و از لحاظ سیاسی افغانستان اگر امنیت نداشته باشه، تهدید برای کشورهای منطقه قطعا حساب میشه. خب این نشست تا چه حد بر امنیت و ثبات افغانستان تأثیر گذار بود؟ این نشست بر افغانستان، به نظر من این نشست بیشتر به هدفش، چون کشورهای شامل پاکستان، هند، چین، روسیه اینا برگزار کرده بودن، اونا بیشترین بهره رو اونا میبرن، و به نظر من فکر میکنم هیچ منفعتی بر افغانستان نداشته باشه. پس گفته های قومی که گفتن این نشست به نفع افغانستان هست و همچنان سبب حاکمیت، سبب یک ایجاد یک حکومت افراد با استفاده از افراد صالح در افغانستان میشه و همچنان بر حکومت فراگیر، همچنان اینا تاکید کردن، هیچ نفع بر افغانستان نداشت؟ حدود 3 سال از تسلط امارت اسلامی بر افغانستان میگذره، ما شاهد پروزه های از جهان بودیم، مثل مسئله قضیه حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و مبارزه با تروریسم. اما تا هنوز امارت به هیچ خاصی توجه جهان تمکین نکرده، و اینا بیشتر به دنبال هدف خودشان است، چون پیشرفت هایی که در نشست دوحه
گفته بودند، به شرط های شامل امارات اسلامی گفته بودند که ما خواهان یک نماینده هستیم در سازمان ملل باید. درست. و کسایی که دعوت میشن فعالان سیاسی نباشن و از حقوق بشر باید صحبت نشن. اینا فقط در حد یک گفتار هست. درست. روی موضوع دوباره برمیگردیم، ولی در نخست یک وقفه کوتاه داریم. زود برمیگردیم. شما بیننده برنامه مجله صبح از یک هستید. دوباره بحث را ادامه میتیم. اولین نشست گروه تماس منطقه‌ای در سال 1402 در کابل برگزار شده بود و حالا دومین نشستش با اشتراک نمایندگان ویژه چندین کشور و همچنان سفیران کشورهای منطقه و همسایه در تهران برگزار شد. خب از دید شما آیا کشورهای شرکت کننده به دنبال شکل دهی یک موضع مشترک به سومین نشست دو هستند؟ کشورهایی که نشست تماس منطقه‌ای در تهران را ایجاد کردن، اینا بیشتر به دنبال همگرایی در منطقه، به دنبال صلح و ثبات در منطقه و بیشترین تلاششان، هدفشان بر این هستن که منافع خودشان را تأمین کنه. به یک نحوی میخواهند که دست امریکا و متحدینشان را از افغانستان کوتاه بسازند و اونا در افغانستان فعالیت نداشته باشند. خب کشورهای اشتراک کننده از این نشست چه سود حاصل میکنه؟ به باور من، چون این نشست برای امارت اسلامی مهم نبود، اگر مهم بود امارت اسلامی در اون نشست شرکت میکردن و فقط آنها گپ های تکراری. به مدت 3 سال از سقوط جمهوریت به دست امارت اسلامی فقط گپ زدن، فقط نشست گرفتن، اما این نشست ها هیچ دردی بر مردم افغانستان دوا نکرد. بلکه یعنی شما تمامی نشست ها را بیفایده یک بگونه عنوان میکنید؟ به نحوی بیفایده هست، چون هیچ سود نداشته به افغانستان. نشست هایی که قبلا برگزار شده بود اصلا سودی بر افغانستان نداشت. از چه لحاظ؟ فقط آنها به دنبال منافعشان بودن و خواسته های امارت اسلامی تمکین نمیکردن و آنها هم پیشرفت های برای امارت اسلامی داشتن. و امارت اسلامی هم پیشرفت های آنها تمکین نکردن، مسئله حقوق بشر، حقوق زن، آزادی مطبوعات، مبارزه با تروریسم. درست. خواست امارت اسلامی در این نشست ها چی هست؟ خواست امارت اسلامی فقط نقشه راه بیا و رسم شناسی امارت اسلامی باشه. خب چقدر این نشست شما به یک نحو مفید عنوان میکنین برای نشست دوحه و چقدر این هر دو نشست با هم ارتباط داره؟ چون این نشست در مورد افغانستان هست، به یک نحوه منفعت برای امارت اسلامی خواهد داشت و این نشست میتونست نقشه راه برای امارت اسلامی یا بر رسمیت شناسی امارت اسلامی باشه. آیا امارت اسلامی در نشست سوم دوحه اشتراک خواهد کرد؟ قطعا شرکت خواهد کرد و نقشه راه برای امارت اسلامی هست و امارت اسلامی بیشتر به دنبالی است بر رسمیت شناخته شود و به دنبال تعامل با کشورهای شرق و غرب و همسو و همراه با آنها. آیا این نشست منجر به شکل گیری و همگرای منطقه خواهد شد؟ قطعاً، چون ما به مدت 20 سال ما اصلا همسایه خوبی نداشتیم، مثالش پاکستان و ایران. اصلا اینا نیتشان معلوم نبود. ما در کل ما تعریف مشخص از منافع ملی خود نداشتیم و اینا بیشتر به دنبال هستن که صلح و ثبات رو در افغانستان تضعیف بسازن. خب از دید شما منافع ملی کشور چی است؟ از دید ما منافع ملی کشور، همه کشور از لحاظ سیاسی اگر امنیت داشته باشه، از لحاظ سیاسی رشد کنن، خودش یک منافع هست. اگر امنیت داشته باشن، مردم افغانستان میتونه در صلح و ثبات زندگی بکنن و مثلا دختران افغانستان بروند بر مکتب و رشد کنن. نشست سوم و دوحه را شما چقدر مفید عنوان میکنین برای بانوان افغانستان؟ آیا بانوان افغانستان در اون نشست سهم داده خواهد شد؟
نشست هایی که قبلا ایجاد شد یا برگزار شد هیچ دردی بر زنای افغانستان را دوا نکردند و اگر این نشست امارت اسلامی به خواستهای جهان اما مسئله حقوق زن کار زن اگر به این خواسته های جهان توجه و تمکین نکنه به قطعا به نظر من این نشست مفید نخواهد. خب خواست زنان در این نشست چی است؟ خواست زنان از این نشست این هستن که باید با حقوقشان رسیدگی شوند و زنان به کار و به تحصیل بروند. بر علاوه تحصیل و کار، خب همه تمرکزش روی تحصیل است، باز نشدن مکتب ها و همچنان درب دانشگاه ها است. خب بر علاوه از این مشکلات دیگه که صد راه بانوان افغانستان وجود داره چی است؟ ما در کل در افغانستان زنها با مشکلات های زیاد مواجه هستند، از جمله مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی. ما به مشکلات سیاسی نمیپردازیم، مشکلات اقتصادی زنهای افغانستان بیشترینشان قبلا کارمند بودن، وظیفه داشتن، فعلا کار ندارن، از کار برکنار شدن و بعضیشان سرپرست خانواده نداشتن و یک زن خودشان میتونستن کار کنن و خرج مصارف خانه رو پوره کنن. اینا از نگاه اقتصادی با مشکلات زیاد دوچار هستن و از لحاظ فرهنگی یک زن در افغانستان به عنوان یک جنس دوم شناخته میشه. خب بیاین روی موضوع سیاست هم بحث بکنیم. آیا مشارکت سیاسی زنان را فعلا در حکومت کنونی شما چگونه حس میکنین؟ آیا کدام سهم دارن فعلا؟ من فکر میکنم به باور من نشستی که قرار هست در دوحه برگزار شود و امارت اسلامی پیش شرده که برای کشورهایی که این نشست برگزار کردن گفتن که در مورد حقوق زن، کار زن نباید صحبت شد. بس وقتی که درباره حقوق زن و کار زن صحبت نشد، بس این نشست چه فایده برای زنان خواهد داشت؟ من فکر میکنم این نشست فقط به دنبال برسمیت شناسی امارت اسلامی خواهد بود. آیا برسمیت شناخته خواهد شد؟ اگر من فکر میکنم اگر این نشست امارت اسلامی به خواسته های جهان توجه و تمکین نکنه قطعا خب یکی از خواسته های اساسی جهانی است که باید زنان را اجازه بده، دختران را اجازه بده به مکتب بروند، به دانشگاه بروند و همچنان کار بکنند. خب پس وقتی که امارت اسلامی میگه در این بار اصلا صحبت نشه، پس از دید شما آیا با این وجود به رسمیت شناخته خواهد شد؟ من فکر میکنم بیشتر کشورها به دنبال کشورهای مختلفی که نشست های مختلف برگزار میکنن. ما شاهد بودیم در مدت 3 سال نشست های مختلف در کشورهای مختلف ایجاد شد و اونا فقط به دنبال منافعشان بود و زنای افغانستان اصلا برایشان مهم نیست. اگر مهم بود در این مدت 3 سال دخترای افغانستان واقعا کسایی که هدف داشتن از هدف خود باز ماندن، کسایی که کار داشتن از کار خود باز ماندن، از نگاه اقتصادی ضربه کلان به هر خانواده ایجاد شد و از لحاظ سیاسی یک زن که خواهانی بود در وکالت وکیل شوند، اینا نمیتونن حالا کار کنن وکیل شوند. یا درست بحث را ادامه میتیم اما بینندگان عزیز یک وقفه کوتاهی داریم، دوباره برمیگردیم. بیننده های عزیز دوباره به بحث خوش آمدین. میخواییم بحث را بیشتر تمرکز بحث ما روی نشست دوحه باشد، چون قرار است تا 20 روز دیگر نشست سوم دوحه برگزار شود. خب ما شاهد این بودیم که 2 دور نشست دوحه برگزار شد اما مردم افغانستان شاهد برایندش نبود. ای که چه برایند داشت، ای که چه نفع بر افغانستان داشت دقیق واضح نبود. خب سومین نشست دوحه که قرار است تا 20 روز دیگه برگزار شود، تا چه حد حضور نماینده افغانستان در این نشست میتونه حیاتی عنوان شود؟ سومین نشستی که در دوحه برگزار میشه بر افغانستان حیاتی و مهم هستند. در ابتدا اینها پیش شرط های اگر
امارت اسلامی با خواسته های جهان توجه و تمکین بکنه، قطعا این منفعت بر افغانستان خواهد داشت. منفعتشان بر رسمیت شناسی امارت اسلامی خواهد بود و تعامل جهان و ارتباطات جهان با افغانستان منجر خواهد شد. خب همونقدر که امارت اسلامی خواست داره، جهان هم خواسته هایی داره. طبعا ارتباطات دو طرفه هست. پس باید چقدر این ارتباطات حفظ شود تا ای که بتانه منجر به رسمیت شناسی شود و یا هم منجر به دوباره ای که اصلا هیچ منفعت بر افغانستان نداشته باشه. امارات اسلامی باید به خواسته های جهان توجه و تمکین کنند. اگر امارات اسلامی به خواسته های جهان تمکین نکنه، قطعا افغانستان دوباره به میدان جنگ و منازعه شما من حیث یک بانوی افغان که 3 سال در اینجا زندگی کردین، آیا طرفدار خواسته هایی که امارات اسلامی مطرح میکنه هستین و یا هم خواسته هایی که جهان مطرح میکنه؟ قطعا خواست جهان نمی باشه، خواست مردم افغانستان می باشه. مسئله حقوق بشر خواست مردم افغانستان است. مسئله حقوق جهان، حقوق زن، تحصیل زن خواست مردم افغانستان هست و مسئله مبارزه با تروریسم یک مسئله جهانی هست و کشورها خب مبارزه با تروریسم امارت اسلامی پیهم تاکید میکنه که فعلا هیچ گروه هراس افغانی در افغانستان حضور نداره و خصوص داعش و همچنان فعالیتشان نزدیک به صفر رسیده. امنیت را فعلا شما چگونه ارزیابی میکنین؟ امنیت در مدت 3 سال امنیت خوب به افغانستان آمده و مردم میتونه آزادانه گشت و گذار بکنه و آزادانه کشورهای منطقه و کشورهای جهان میتونه از نگاه امنیت میتونه بیان امنیت از نگاه اقتصادی میتونن سرمایه گذاری بکنن، ولی کشورهای همسایه همواره تلاش کردن، همواره گفتن که افغانستان منبع تروریسم هستن و ما شاهد بودیم خیلی مقامات پاکستان گفتن که افغانستان مرکز تروریسم هست، در آنجا مدارس دارن و فعالیت میکنن، در حالی که فقط در ادعا بودن. اگر واقعا در افغانستان داعشی وجود میداشت، اینها باید یک ثبوت نشان میداد و ثبوت ادعا نشان میداد. فقط کل گپشان در حد یک ادعا بوده. فقط پس شما همه گفته ها را فقط یک ادعا عنوان میکنین و باورتانی است که فعلا امنیت در افغانستان به صورت کامل تامین است؟ به باور من بله، امنیت در افغانستان تامین هست، هم برای بانوان هم برای آقایان. خب ما در کل نمیگم، ما چند نوع امنیت داریم. امنیت روحی روانی داریم که متاسفانه زنان افغانستان که پس هدف شما از امنیت که قبلا دربارش صحبت میکردیم امنیت جانی هست؟ خب امنیت اقتصادی داریم، امنیت روحی روانی داریم، امنیت فیزیکی داریم. فعلا ما امنیت اقتصادی داریم؟ اقتصاد افغانستان رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ اقتصاد افغانستان رو به رکود هست و پس وقتی که اقتصاد افغانستان رو به رکود است، اصلا امنیت اقتصادی نداریم ما. در کل میتونیم امنیت هست، میتونه کشورهای منطقه و جهان بیاید در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و خوب است. یکی از مواردی که قبل ما میخوایم روی او بحث بکنیم، قبلا یک گروه از توریست ها از خارج آمدن در ولایت بامیان، اینا متاسفانه مورد حمله قرار گرفتن و توریست ها میتونه به یک نحو به اقتصاد افغانستان کمک بکنه. خب زمانی که اونا امنیتشان تامین نباشه، چگونه ما یک امنیت اقتصادی داریم؟ خب در کل در تمام جهان موارد امنیتی پیش آمده و آنها بیشتر رسانه‌ای نمی‌سازند، چون افغانستان فی الحال مرکز توجه جهان هستند و اینا پس به یک نحو راضی هستند حداقل از وضعیت کنونی افغانستان، از وضعیت اقتصادی به صورت نسبی. اگر فیصدی بگویم چقدر شما راضی هستین؟ فیصدی احتمالات گفتن نمیتونم، چون همه چیز در حال تغییر هست. ما نمیتونیم
خیلی خوب، اجازه بدین بحث را ببریم روی یک مورد دیگه ای که زمیل کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان نشست تهران را به عنوان نشست گروه تماس فرمت مسکو یاد کرده و در او طرف دیگه آقای قومی نشست را نشست گروه تماس منطقه‌ای عنوان کرده. خب تفاوت دیدگاه وجود دارد، چرا تفاوت دیدگاه در بین کشورهای منطقه وجود دارد؟ چون در صورتی که بحثشان محوریت با محوریت افغانستان هست، اما هنوز هم اینا به یک نحو تفاوت دیدگاه دارند در بین هم. نشسته که در تهران برگزار شد، هر کدام نمایندگان کشورها شامل زمیر کابلوف به عنوان نشست فرمت مسکو گفتن و آقای قومی به نشست تماس منطقه‌ای، هر کدام اینها تفاوت دیدگاه داشتن. چرا؟ به خاطر تفاوت دیدگاه داشتن که منافع اینها منافع های مختلف، هر کدام کشورها منافع مختلف در افغانستان دنبال میکنه. مثلا چین بیشتر به دنبال منافع اقتصادی در افغانستان هست. پس اینا یک دیدگاه واحد ندارن؟ نه، هیچ کشور به دنبال دیدگاه واحد. اما شعارشان همواره ای است که ما دیدگاه واحد داریم و همچنان هدف ما فقط ایجاد صلح و ثبات در افغانستان است. درست است، هیچ تفاوت دیدگاه وجود داره، منافع مختلف هست، یکی به دنبال اقتصاد هست، یکی به دنبال امنیت هست. چین ما میبینیم معدن میس عینک با افغانستان قراردادش امضا میکنه و بیشترین هدف و فوکس چین به دنبال اقتصاد افغانستان است، چون افغانستان از نگاه منابع طبیعی منابع سرشار معدنی داره. خب از دید شما به یک نحو این خواسته های چین به نفع خود افغانستان هم نیست؟ خب میاین در افغانستان سرمایه گذاری میکنن، میتونن حداقل زمینه کار را بر افغانستان، بر شهروندان افغانستان ایجاد بکنن، آیا میتونه اندک بر نفع افغانستان و یا بر نفع مردم افغانستان هم باشه؟ آیا خیر؟ قطعاً به نفع مردم افغانستان خواهد بود. خب درست، بس را میخواییم ادامه بتیم رویی که استفان دوجالک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل همچنان گفته که هدف از نشست افزایش تعامل و بین‌المللی با افغانستان به شیوه منسجمتر و همچنان هماهنگ و ساختارمندتر است. خب وقتی جهان همچون یک موضعی در قبال افغانستان داره، پس چرا ما همواره البته شاهد نشست ها بودیم، شاهد بیانیه ها از طرف سازمان ملل بودیم و همچون کشورهای جهان، چقدر میتونه نقش بیانیه ها و یا هم برگزاری نشست ها مهم عنوان شود و یک حداقل یک پیامد یا یک برایند مثبت برای مردم افغانستان داشته باشد؟ این نشست قطعا بر افغانستان مهم خواهد بود. در مدت 3 سال نشست های مختلف در کشورهای مختلف ایجاد شد و هر کدام هدف های خاص خود دنبال کردن و هر کدام برای مردم افغانستان پرزه دادن، شرط گذاشتن و درست. و این نشست میتونه، این نشست هایی که برگزار شده، این نشست میتونه نقشه راه برای امارت اسلامی، برای رسمیت شناسی امارت اسلامی باشه. به عنوان آخرین پرسش هایی که من میخوایم از شما داشته باشم، 3 گامی که تا آغاز برگزاری 3مین نشست دوحه از سوی حکومت امارت اسلامی باید برداشته شود، از دید شما کدام ها است؟ به باور من، به نظر من 3 گامی که باید برداشته شود، مسئله حقوق بشر در افغانستان خیلی جدی هست. درست. باید بخواست جهان توجه تمکین شود. مسئله مهمترین و اساسی ترین مسئله مبارزه با تروریسم هست و این مسئله یک مسئله جهانی هست و اگر تروریسم در افغانستان رشد کنه و این خطر در جهان و در منطقه خواهد بود. و مسئله حقوق بشر. خواست شما از امارت اسلامی چی هست؟ من های ساخنی پرسش و بسیار کوتاه. خواست ما برای امارت اسلامی ای هست که دروازه های مکاتب را باز بکنن و زنها بتانن آزادانه کار بکنن، تحصیل بکنن، به جایی که برن در نشست دوحه اشتراک بکنن، به جایی برن که در نشست تهران اشتراک بکنن. کلید تمام مشکلات در خود افغانستان هستن. بیاین توجه به مردم خود افغانستان بکنیم. تشکر بسیار زیاد از اینکه به برنامه امروزی ما تشریف آوردین. این بود برنامه امروز مجله صبح. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.